جواب دادن کلمات مؤذن علما تقسیم میکنه به دو قسم، یک جواب دادن فعلی است، یک جواب دادن قولی است. جواب دادن فعلی خو واجب است، از امو خاطر وقتی که اذان داده میشه انسان باید آمادگی بگیره طرف مسجد و برود، تا که عذر شرعی موجود نباشه این باید از مسجد رفتن بند نشوه، حرکت بکنه، چرا که اجابت فعلی است، مؤذن تو را دعوت داد، تو باید او را بپذیری. یکی اجابت قولی است که کدام کلمات مؤذن میخواند تو آیا تکرار کنی امو کلمات یا کدام کلمات دیگر را بگویی. امام بخاری رحمه الله اصل مقصدش ایست که کلمات مؤذن باید تکرار شود، چیزی که مؤذن میگه شنونده هم امو کلمات بگوید، البته به اعتبار اکثر کلمات نه کل کلمات، چرا که بعضی کلمات عین کلمات خوانده نمیشه، مثل حی علی الصلاه و حی علی الفلاح، چرا در مقابل ازی لا حول ولا قوه الا بالله گفته شده. از کجا معلوم میکنه؟ حدیث مقید است، در دیگه جای امیتور علایده علایده آمده است که پشتی سر خودش حدیث بیان میکنه. حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن عطاء ابن یزید اللیسی عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فرمى كي پیغمبر علیه السلام فرمود وقت كي شما شنيد آوازه يعني اذان بگوي به مثل او کلمات كي مؤذن ميگويا. دهي حديث از يك طرف معلوم شد كي اينجا مراد از جواب جوابي قولي است، يعني کلمات مؤذن بگوي. اذان خيلي کلمات بزرگ بود، قابل عزت و احترام بود، فضیلت خیلی زیاد داشت و چون که مؤذن یک نفر می باشه از این فضیلت خیلی بزرگ کل مردم محروم باقی می مانه. الله متعال این توفیق نصیب او مردمی کرده که اگر جواب مؤذن به این کلمات بگویه امو ثوابی که برای مؤذن حاصل میشه بر یزیم حاصل میشه. از او خاطر پیغمبر علیه السلام گفته که وقتی اذان میشنوی بگوی مثل که میگویم مؤذن. مؤذن کدام کلماتی که تکرار میکنه توم تکرار میکنه الله اکبر الله اکبر، تنها ده حی علی الصلاه و حی علی الفلاح که پشت سر این حدیث میه در اونجا لا حول ولا قوه الا بالله میگی و در نماز صبح ده الصلاه و خیر من النوم عین نمو کلمه را تکرار میکنی. پس در این حدیث که مثل ما یقول گفته کسایی که میگه که ده حی علی الصلاه لا حول ولا قوه تبگو، ده حی علی الفلاح ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، مثل ده کتابای فقه گرفته، این گپ صحیح نیست. روایتی که در این مورد آمده ضعیف است، چرا که مخالفت از روایت صحیح میکنه. روایت ضعیف وقتی که در مخالفت روایت قوی واقع شوه هیچ حیثیت نمی داشته باشه، از او خاطر او گپام صحیح نیست که ده ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن بگوید. دوم مسئله ایست که در صلات و خیر من النوم در بعضی کتاب های فقه گفته که صدقت و بررت و بالحق نطقت باید بگوید، لیکن در حدیثی تو را آمده، چرا که حدیث تنها کلمات اشهد ان چی حی علی الصلاه و حی علی الفلاح خاص شده، دیگه کلمات خاص نشده. به مقتضای حدیث که پیغمبر اسلام میگه مثل کلمه مؤذن بگوید، از او خاطر صلات و خیر من النوم هم صلات و خیر من النوم گفته میشه، چیزی دیگه زاید گفتن نمیشه. کی بگویه امی کسی که اذان میشنوه آیا اذان خلاص شده بعد از این کلمات رو تکرار بکنه یا هر کلمه که مؤذن میگه در جوابش سامع یا شنونده هم امو کلمه را بگویه. از مثل ما یقول المؤذن به مثل آن چیزی که میگوید مؤذن بگویه، یعنی متوجه باشه که اون کلمه گفته شده بعد از این بگویه. از این معلوم شد که بعد از که مؤذن کلمه را تکمیل میکنه تو جواب میدی، یعنی جواب کلمه را تو مثل امو کلمه میدی. دیگه موضوع در اینجا مراد از مؤذن تنها مؤذن است نه مقیم، اگرچه بعضی علما میگه که اقامت هم باید جواب داده شوه به خاطر که حیثیت اذان داره، استدلال از عموم میکنه، لیکن قانون نیست که همیشه استدلال به یک عبادت خاص از نصوص عموم نمیشه، چرا اگر این استدلالا شوه بدعتا جور میشه، تا که نص خاص برای حکم جزئی نه آمده باشه استدلال از عموم کردن نمیتونی. در خود اقامت کدام روایت وجود نداره، اگر تو میگی که هم اذان گفته میشه و مقیم مؤذن میگیم،
لیکن صحیحسته که در بعضی اوقات اقامت آذان گفته میشه، مثل که بین کل آذانین صلاتون نه پشت سر میخوانیم دیگه، لیکن اینجا مراد نیست، نه فعلا از پیغمبر علیه السلام ثابت شده، نه صراحتا در این مورد کدام چیزی آمده، بلکه در اقامت جواب نامده، تنها مسئله مؤذن است. آلی جواب در کدام موقع گفته شده، در کدام نشوه، در کل حالتا، چرا که اینجا قید قطعش مانده نشده، اما بعضی حالتا به نصوص دیگه مستثناست. مثلا در وقتی که نماز، در آدم در نماز باشه، در نماز جواب داده نمیتونی به خاطر که مشغول هستی، جواب سلام که از این که در تاکیدی از تو نمیتونی، پس جواب اذان که به او اندازه تاکید هم نیست، ایره خب به طریق اولا جواب داده نمیتونی. و همچنان در وقت قضای حاجت، چرا که احترام نام الله تقاضای ازیر میکنه که در جای گندگی نام الله گرفته نشود، از او خاطر اون جن چی نکنه. در قضای حاجت، در وقت هم بستری، در اینطور حالتا جواب اذان گفته نمیشه. امی مردم کسی مسولی نماز گذار است یا در تشناب است، اگر در او وقت گفته نمیتونه، پس که برای وقت زیاد تیر نشده باشه، بعد از این هم امو کلمات تکرار کرده میتونه، او هم جواب جور میشه و این کار میتونه، بخاطر که احراز اردو فضیلت بکنه.